بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه دوستان عزیز، در خدمتون هستم با درس سازه های فولادی یک که مربوط به بچه های کارشناسی پیوسته و درس ساختمان های فولادی که مربوط به دوستان کارشناسی ناپیوسته هستش. در خدمتون هستم. امروز جلسه یک هستش که مقدمه بر کل درس هستش. در این مقدمه ما یک کلیاتی در مورد سازه ساختمان خواهیم گفت، انواع سازه ها، انواع ساختمون ها رو میگیم که هدف از این درس چیه و کلیاتی رو در این زمینه خواهیم گفت، سرفصل ها رو میگیم، منابع رو میگیم و نحوه ارزشیابی که در این ترم در این درس ما از شما خواهیم گرفت که به چه صورتی نمره اخذ خواهید کرد. خب اولین موضوع در این درس اینه که سازه چیه؟ ما به صورت کلی هر نوع، هر مجموعه از عضو یا مجموعه اعضا که برای انتقال نیرو به صورت ایمنی ازش استفاده بشه رو بهش میگیم سازه. سازه در اطراف ما خیلی زیاد هست، شامل بیلدینگز هستش، ساختمون ها هستش، شامل پل ها، سطح ها و کلن هر چیز در واقع ساخته یه دست بشر که به صورت ثابتی قرار گرفتن زیر ساخت ها، اینا بهش میگن سازه. سازه انواع مختلفی داره. اولین نوع سازه، سازه های قابی شکل هستش. مثل این یک ساختمان فولادی هستش که به این صورت میبینید، یک ساختمانی که اسکلت اون فولادی هستش. ببینید در این در یک ساختمانی ما مجموعه دیوارها رو داریم، سقف‌ها رو داریم، اعضای مختلف رو داریم، ولی این اسکلت هستش که قراره بارهایی که به سازه وارد میشه رو تحمل کنه. یعنی این که در واقع بارهایی که داریم شامل بارهای مرده، یعنی وزن خود سازه یا اجزای ثابت، بار اجزای متحرک مثل انسان ها، مثل وسایلی که جاشون تغییر پیدا میکنه، بار باد، بار زلزله، اینها رو تماما این اسکلت بایستی تحمل کنه و اون رو به صورت ایمنی به پی سازه منتقل کنه. خب در این درس هدف چی هستش؟ در این درس هدف این هستش که ما بیایم در واقع با مقدار بارهایی که داریم، مقدارشون معلوم هستش، چون مقدار بارهایی که به سازه وارد میشه رو در درسای مثل بارگذاری میخونید، در درس مثل مکانیک ساختمان یا درسی مثل ایستایی یا مقاومت مساله ما یا تحلیل سازه، ما در واقع میاییم میگیم که این بارها اگر به یه عضوی مثل تیر وارد بشه داخل دلش چقدر نیروی برشی ایجاد میشه، چقدر لنگر خمشی ایجاد میشه. ما تا در این درس میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم بگیم که حالا فهمیدیم چقدر نیرو هست در این عضو، ما در این درس میخواییم تعیین کنیم آیا این مقطع جوابگوی این نیرو هست یا نه. یعنی مثلا در یک سقفی فرض کنید با دهانه 4 متری ممکنه یک معماری بدون محاسبات همینجوری بگه یک آهن 18 بندازید. آهن 18 به معنی در واقع به معنی مهندسی بهش میگیم IPE 18، که حالا مقطع آی شکلی هستش که ارتفاعش 18 سانت هستش. خب این مهندس یک معمار تجربی به همین صورت میگه که آهن 18 بندازید، ولی ما تو این درس متوجه میشیم که به صورت دقیقی چه مقطعی جوابگوی این بارگذاری هست. یعنی به صورت محاسباتی شما محاسبات میکنید، ممکنه 20 جواب بده، ممکنه آهن 22 جواب بده، ممکنه 18 هم جواب بده، و بدون محاسبات ما هیچ مقطعی از یک اسکلت فولادی رو طراحی نخواهیم کرد. به این پروسه‌ای که در واقع ابعاد مقطع رو تعیین میکنیم بهش میگیم طراحی سازه. خب سازه انواع مختلف رو داره، قاب های سبودی هستش، خرپاها هستش، کلن به اینها میگیم سازه های قابی شکل.
و ساختمان شامل سازه است، اجزای غیر سازه‌ای هستش و محتوایی که داخل اون هستش. ما در این درس فقط روی سازه ساختمان کار میکنیم. پس ببینید بچه ها، وقتی میگیم ساختمان، ساختمان یک کلمه عمومی است، شامل سازه، اجزای غیر سازه. مثلا دیوار، پارتیشنی که دارین اجزای غیر سازه ای هستش. ما تو این درس اجزای غیر سازه رو بررسی نمی کنیم، و یا اینکه محتویات رو بررسی نمی کنیم. یعنی فرض کنید یک بیمارستانی باشه، یک دستگاه امارایی باشه، حالا کسی که یک شرکت مشاوری باشه که میخواد طراحی کنه، باستی اون امارایی رو در نظر بگیره، سازه رو جوری در نظر بگیره که در زلزله اون دستگاه امارایی که ممکنه از کل بیمارستان هم، یعنی ساختمان بیمارستان هم گرونتر باشه، اون آسیب نبینه. ما کاری با محتویاتش نداریم، کاری با اجزای غیر سازه‌ای مثل دیوارها نداریم، و فقط استراکچر یک ساختمان رو بررسی میکنیم. استراکچر شامل تیرها، ستونها و بادبندها. خب انواع دیگه سازه رو داریم، سازهای پوسته‌ای شکل رو داریم که شامل این گنبدهای بتونی مثلا، و یا اینکه مخازن فولادی هستش که به این صورت داریم. نوع دیگه سازه، سازه‌های توپر هستش، مثل این سدی که می‌بینید، سد بتونی هستش، و یا اینکه میتونه سد خاکی باشه، مثل اینجا حالا جنس خاصی نشون نده، شکل شماتیک هستش. ولی در کل ما سازه هامون به سه صورت کلی قابل دستبندی هستن. سازه هایی که اصطلاحا یک بعدی هستن، مثل تیر، مثل ستون، یعنی اسکلتی هستن، که سازه اسکلتی در این مجموعه قرار میگیرن. سازه های دو بعدی رو داریم که شامل پوسته های بتونی یا فولادی هستش، و سازه های سه بعدی توپر رو داریم. ما تو این درس فقط سازه های اسکلتی، یعنی یک بعدی فولادی رو بررسی خواهیم کرد. خب همونجوری که عرض کردم، ما در سازه های اسکلتی که بررسی خواهیم کرد، در کاربرد اون رو در ساختمون ها بررسی میکنیم. ما انواع سازه ها رو، ساختمون ها رو داریم. ساختمون هایی داریم که اسکلت اون بنایی هست، میسنری استراکچرز هستن. این ساخته های بنایی قدیما ازش خیلی استفاده می شد، ولی به مرور زمان اینها در کشور ما در حال حذف شدن هستن، و یا اینکه در حال مقاوم سازی هستن. سازه های جدیدی که داریم، سازه های فولادی هستش و سازه های بتونی. این سازه ها اسکلت اونها را، یا جنسشون فولادی هستش و یا جنسشون بتونی هستش. این در واقع در این درس ما سازه‌های با اسکلت فولادی رو بررسی خواهیم کرد. اما همونجوری که عرض کردم، ما در سازه انواع بارها در طول عمر سازه به سازه وارد میشه. ما بایستی مقدار این بارها رو بتونیم محاسبه کنیم. به این مقدار محاسبه، مقدار بارهایی که به سازه در طول عمر اون در واقع ممکنه وارد بشه، بهش میگیم مرحله لودینگ یا بارگذاری. ما به صورت کلی دو دسته بار داریم. یک بارهای گراویتیشنال لودز که بارهای ثقلی هستش، و بارهای جانبی هستش. بارهای ثقلی شامل بار مرده، بار زنده، بار برف، بار باران. اینها بارهای چی هستن؟ اینا بارهای ثقلی هستن، بارهایی که به صورت وزن هستن. خود بار مرده چیه؟ شامل بار کف هاست، بار دیوار هستش، بار تجهیزات ثابت هست، فیکس اکویپمنت هستش. بار زنده چی هم؟ بار اجزای غیر ثابت هستن، بار در واقع افراد، تجهیزات، اینا هستن، و که اینها مقدارشون به صورت آماری تعیین میشه. مثلا میگم، یه مثال اینجا آوردم، مثلا تو کفهای مسکونی آیین نامه که مبحث 6 مقررات ملی ساختمان هست، گفته که بار زنده رو 200 کیلوگرم بر هر متر مربع کف ساختمون در نظر بگیر. اگه تجاری بود، چون افراد و تعداد افراد، مقدار باری که به صورت غیر ثابت ممکنه در یک کف تجاری قرار بگیره، آیین‌نامه گفته بیشتر در نظر بگیر، شده 350 کیلوگرم. همونجوری که میبینید، بار در واقع زنده، بار برف و بار باران و
حالا از بارهای جانبی هم چون دو دسته بار جانبی داریم، بار باد و بار زلزله، از اینها بار زنده، بار برف، بار باران و بار باد، اینها توسط آیین‌نامه مبحث 6 مقررات ملی ساختمان تعیین میشن که اینها رو تو درس بارگذاری میخونید. اما از بارهای جانبی که داریم گفتم که دو دستن، بار باد و بار زلزله، اینا بارهایی هستن که به صورت جانبی، به صورت افقی به سازه وارد میشن. مهمترین باری که در واقع به سازه وارد میشه بار زلزله است. اینجا هم در این شکل شماتیک بارهای ثقلی جهتشون رو به پایینه، بارهای جانبی که به صورت افقی هستش، این هم به صورت شماتیک اینجا نشون دادیم. بار زلزله توسط آیین‌نامه 2800 محاسبه میشه که اینو هم معمولا تو درس زلزله گفته میشه. در این شکل سمت راست ما شکل بار باد و در واقع بار زلزله رو هر دو تا نشون دادیم. در این ساختمان میبینید که بار مرده یا زنده به کف سازه وارد شده. بار باد به صورت یک فشار مستقیم، بار باد یعنی ویند لود، به صورت یک فشار مستقیم رو به باد، در واقع قسمت رو به باد سازه ایجاد میکنه و باعث ایجاد یک کشش، یک ساکشن در قسمت پشت به باد میشه. یعنی این قسمت سازه رو میکشه جلو، فشار میده و این سمت میکشه به باز به سمت جلو. این ماهیت بار باد هستش. پس بار باد بچه‌ها به صورت یک بار مستقیم رو به باد فشار و در جهت پشت به باد در واقع به صورت یک ساکشن کششی اعمال میشه. پس بار باد به صورت یک بار مستقیم هستش. اما بار زلزله چی؟ بار زلزله آیا ما زلزله در واقع حرکت زمینه، بار مستقیمی به سازه وارد نمیشه، ولی ما این حرکت زمینی که داریم چی هستش بچه؟ ما یک گراند موشنی داریم، حرکت زمینی هستش که این حرکت زمین شتاب داره. این آی جی در واقع گراند اکسلریشن هستش، شتاب زمین هستش. چون حرکت زمین شتاب دار هستش و اگر ما شتاب داشته باشیم مطابق با قانون دوم نیوتن، مقدار نیرویی که مقدار نیرویی که وارد میشه برابر با جرم ضرب در شتاب هست. اگر حرکت زمین شتاب دار باشه و مثلا جرم این طبقه ام باشه و اینجا شتاب آی جی داشته باشیم، اینجا در واقع به اندازه منفی ام آی جی در جهت عکس این با یک نیروی ایجاد خواهد شد، به اندازه جرم سازه ضرب در شتاب زمین. پس میبینید حرکت زمین منجر به یک نیرو در قسمتی که جرم داریم شد. این ماهیت بار زلزله است. پس بار زلزله بچه ها چون حرکت شتاب دار هستش، این شتاب زمین در جرم سازه ضرب میشه، شتاب در جرم سازه میشه چی؟ میشه نیروی زلزله. نیروی زلزله هم پس در کجاها اعمال میشه؟ جاهایی که جرم داریم، یعنی در کف طبقات معمولا. این پس یه نکته ای است، ما اگر سازه رو سبک کنیم نیروی زلزله کم میشه. پس این اصلا کلن یکی از روش های کاهش نیروی زلزله است که چیکار کنیم؟ سازه رو سبک کنیم. سبک سازی سازه بچه ها منجر به کاهش نیروی زلزله میشه، چون نیروی زلزله میشه جرم سازه ضرب در شتاب اون. پس این به صورت کلی بچه ها دیدید که این نیروهایی هستش که به سازه وارد میشه. بد نیست بدونید که در آیین‌نامه آمریکا، چون طراحی سازه فولادی که ما این ترم در خدمتون هستیم، خواهیم گفت که آیین‌نامه اصلیش آیین‌نامه آمریکاست، آیین‌نامه AISC هستش که مرجع اصلی در کل دنیا هستش. ما برای بارگذاری هم یک آیین‌نامه داریم، آیین‌نامه ASCE 716 که اینجا نوشتیم، Minimum Design Load for Buildings and Other Structures، که حداقل بارهای وارده به ساختمان‌ها و سایر ساختمان‌ها رو گفته. این آیین‌نامه تمام این بارها رو داره، همه رو داخل این آیین‌نامه داریم که حالا گاهی وقتا ممکنه از این آیین‌نامه یک اشاره‌ای بکنیم و ازش استفاده کنیم. اما هدف از این درس که بررسی سازه فولادی هستش، ما می‌خوایم طراحی انجام بدیم،
اما طراحی سازه چیه؟ طراحی سازه چیه بچه ها؟ خب طراحی سازه بچه ها سه تا گام اساسی داره. یک بارگذاری، یعنی ما بایستی بشناسیم آقا بار مرده ددلود چیه، لیفلود چیه، سنو چیه، بار برف چیه، بار باران چیه، بار ویند که بار باد باشه چیه، بار زلزله مقدارشون چقدره. و ممکنه ببینید ما همزمان ممکن چند تا بار به سازه وارد بشه. مثلا بار مرده ممکنه به سازه یه بار فقط بار مرده به سازه وارد بشه، سازه خالی باشه، بار زنده نداشته باشه. ممکنه بار مرده به اضافه زنده باشه که بیشتر این حالت هستش، حالا ساکنان داخلش هستش و بار مرده زنده هم هست. حالا بار مرده و زنده از زلزله هم میاد، این بار یه بار چیه خطری هستش، یعنی ما سازه رو در واقع بارگذاری ثقلی کردیم، زلزله هم اومده. و حالا یه حالت دیگه هم مثلا بار مرده و زنده هستش، بار باد هم هست. کلن این امکان همزمانی چند تا بار با هم دیگه رو بهش میگن ترکیب بار. پس ما ترکیب بار داریم، یه دونه بار به سازه وارد نمی کنیم. اون بارهایی که ممکنه همزمان به سازه وارد بشه رو بهش میگیم ترکیب بار. بار اصطلاحاً load combination میشه چی؟ ترکیب بار. این ترکیب بارها، این یک سری ترکیب بارهایی هستش که نشونتون دادیم. این ترکیب بارها به سازه وارد میشه و سازه تحت اثر این ترکیب بارها بایستی تحلیل بشه. یعنی بگیم که آقا این بار اگر به سازه وارد شد نیروی داخلیش چقدره، این بار وارد شد نیرو داخلیش چقدره. پس به تعداد ترکیب بارها ما سازه رو تحلیل میکنیم. یعنی ما 10 تا ترکیب بار داشته باشیم یا 3 تا یا 4 تا، اینجا من 4 تا نوشتم، 4 تا ترکیب بار داشته باشیم، 4 بار بایستی سازه رو تحلیل کنیم. این ترکیب بارها رو ما بهتون میگیم که چه جوری حساب میشه. اینا رو آیین‌نامه داده و شکل استانداردی داره و ما هم از همون شکل استاندارد خودش استفاده خواهیم کرد. خب بعد از اینکه بارگذاری کردیم، سازه و در واقع مقدار نیرو داخلش حساب شد، ما بایستی بگیم که آیا این مقطع، چه مقطعی برای این عضو سازه که حالا میتونه تیر باشه میتونه ستون باشه در نظر بگیریم که سازه جوابگو باشه. معنیش چیه؟ معنیش همون چیزی بود که خدمتون گفتم، اگر یک سقفی داشته باشیم یه معماری میگه آقا آهن 18 بزن، ولی شما میرید بایستی برید حساب کنید. چجوری حساب میکنید؟ اول بایستی این سه تا گام رو برید بارگذاری کنید، تحلیل کنید، بدونید چه نیروی داخلش هست، حالا دیزاین میکنید. دیزاین مرحله ای است که میگه که آهنش 20 باشه، 22 باشه، چند باشه. خب واسه دیزاین که هدف کلی درس هستش، مثلا طراحی یعنی مشخص کردن مقطع تیر، ستون، بادبن، هدف این درس هستش. ولی ما در این درس این ابعاد سازه رو، ابعاد مقطع رو چجوری حساب میکنیم؟ با دو تا هدف. دیزاین ابجکتیو ما یعنی اهداف طراحی ما دو تاست تو این درس. یکی این که بایستی ایمنی داشته باشه، ایمنی داشته باشه، یعنی اون مقطعی که در واقع تعیین میکنیم بایستی بتونه بارها رو تحمل کنه. و مثلا بایستی دیگه حساب کنیم ببینید در واقع یک آهنه 20 جوابگو است، وقتی که آهنه 20 جوابگو است آهنه 18 بدیم ممکنه جوابگو نباشه. پس اگه آهنه کم بذارید این در واقع ایمنی سیفتیش زیر سوال میره. پس ما ایمنی رو در نظر میگیریم، یعنی بایستی بارهایی که در طول عمر سازه به سازه وارد میشه رو این عضو سازه تحمل کنه. مورد بعدی اینه که ما نمیتونیم بگیم وقتی که دیدیم آهن 20 فرض کن جواب میده نمیتونیم آهن 30 رو بندازیم. چرا؟ بایستی اکانومی رو هم لحاظ کنیم. یعنی اون یعنی طراحی ما دو تا هدف داره، یک ایمنیه، یکی بایستی ایمن باشه و دو بایستی اقتصادی باشه. ایمن باشه، ایمن و اقتصادی، ایمن و اقتصادی که عرضم به حضورتون حالا روش‌های مختلفی واسه رسیدن به این اهداف وجود داره که مثلا روش اول روش الویبل ورک یا الویبل یا ورکیبل استرس دیزاین بهش میگن، روش تنش مجاز ASD یا WST که حالا بهتون انشالله جلسات بعد میگیم که این یعنی چی. یعنی ما از یه روش استفاده میکنیم که این دوتا هدف رو بهش برسیم.
و روش دوم load resistant and factor design که اصطلاحاً روش LRFDه و ما در این درس از روش دومی استفاده میکنیم. حالا خواهیم گفت که روش اولی قدیمی هستش و از روش دوم که روش جدیدی هستش که تو آیین‌نامه فولاد ما هم از این روش استفاده شده استفاده خواهیم کرد. به صورت کلی ما اگر یک سازه رو داشته باشیم که اینجا یک سازه رو میبینید که تیکه تیکه شده، جزئیاتش رو میبینید، یه ستون میبینید، بادبند میبینید، تیر هستش، خب دیوارها هستش. هدف طراحی سازه چی هستش؟ طراحی این تیرها، ستونها و بادبندها هستش. به صورت کلی ما در یک ساختمانیم اعضای اصلی رو داریم، مین ممبر رو داریم که شامل تیرها، ستونها و بادبندها هستش. بیم میشه تیر، کالوم میشه ستون، بریسد ممبرز میشه همون مهاربندها یا عضوهای مهاربندی. تو این درس بچه‌ها، درس فولاد یک یا ساختمان‌های فولادی، ما طراحی اینها رو میخونیم، یعنی اعضای اصلی رو طراحیش رو یاد میگیریم، یعنی میفهمیم که ستون چجوری طراحی میشه، تیر چجوری طراحی میشه و بادبند چجوری طراحی میشه که خیلی مهم هستش. اما یه قسمت دیگه ای داریم به اسم connections، یعنی اتصالات. اتصالات رو فقط بچه پیوسته در درس فولاد دو میخونن، steel design two این رو میخونن که شامل چیه بچه ها؟ بحث های جوش، یعنی بعد جوش رو چقدر باشه این اتصالی که اینجا هست، مثلا اینجا اتصال تیر به ستونی هست، میبینید که تو دلش یه نبشی نشه، یک نبشی تو دل هست، این ابعاد نبشی بازی جوری باشه که بتونه این بار تیر رو به ستون منتقل کنه، ابعاد پیچ باید جوری باشه که بتونه بار ناشی از این نبشی رو تحمل کنه و به صورت مناسبی از تیر بگیره و به نبشی انتقال بده و از نبشی به ستون منتقل کنه. خب اینا خودشون در واقع داستان داره، همین اتصالات، اتصال تیر به ستون، اتصال ستون به کف ستون، اتصال تیر به تیر و اتصالات جوشی رو داریم، اتصالات پیچی رو داریم که اینجا هم کلی داستان هستش که عرض کردم بحث مربوط به این درس نیست و این قسمت رو همونجوری که عرض کردم در درس فولاد دو میخونم بچه های پیوسته. خب در کل سرفست هایی که داریم به این صورت هستش که انشالله از جلسه بعد ما یک مقدمه میگیم، مقدمه بر سازه، مقدمه بر فولاد کلا، بعد در مورد روش های طراحی میگیم، همون روش AST و LRFT یک جلسه خواهیم گفت. بعد از اینکه اینها رو گفتیم طراحی اعضای کششی رو خواهیم گفت. عضو کششی عضوی هستش که تحت اثر کشش قرار میگیره. حالا عضو کششی خالی خیلی توی سازان نداریم، ولی در نظر بگیرید بادبند ها بچه ها، بادبند ها اعضایی هستن فرض کنید به صورت ضربدری وقتی که تحت اثر زلزله قرار میگیرن یه لحظه کششی میشن یه لحظه فشاری میشن. ما عضوی که هم کششی بشه هم فشاری بشه واسه دو بار طراحیش کنیم، یه بار واسه کشش طراحی کنیم، یه بار واسه فشار طراحی کنیم، و اگر در دوتاش جوابگو باشه میگیم آقا این بادبند اوکی هستش. پس ما تو این فصل طراحی اعضای کششی رو میخونیم که حالا دیدید یه کاربردی توی بادبندها داره، طراحی اعضای فشاری رو میخونیم که ستونها هستش، طراحی تیرها رو میخونیم و طراحی تیر ستونها رو میخونیم. تیر ستون چیه بچه‌ها؟ تیر ستون، ببینید ستون عضوی هستش که صرفاً تحت فشاره. ببینید ستون عضو، این یه ستون، یک ستون تحت اثر فشار، نیروی فشاری هستش، به این صورت تحت اثر فشار هستش قرار میگیره. اما اگر همین ستون تحت اثر نیروی زلزله جانبی قرار بگیره این ستون خم میشه. این ستون که خم بشه یعنی تغییر شکلی باعث ایجاد لنگر بشه، هم تحت اثر فشاره هم تحت اثر خمش، خم شدنه. این جور ستونی که هم تحت فشاره و هم تحت خمشه بهش میگن تیر ستون، یعنی هم رفتار شبیه تیر داره هم ستون داره، که اینها در فصل آخر ما در مورد تیر ستون ها صحبت خواهیم کرد. پس به این صورت این سرفصل کلی این درس هستش که ما از کششی، فشاری، تیرها و تیر ستون ها رو خدمتون خواهیم گفت. اما کتابی که برای به عنوان مرجع داریم کتاب حالا جزوه درسی خودم در ترم قبل هستش که حالا در اختیارتون قرار میدم،
مبحث 10 مقررات ملی ساختمان هستش که آخرین ویرایشش فعلا 92 هستش، ولی فکر کنم جدیدش اومده، نمیدونم، ولی اگه اومده بود براتون میذارم، یعنی 1400ش. و کتاب دیگه، کتاب طراحی ساز فولادی جلد 1، دکتر حبیب الله اکبر. و یا اینکه همین با همین عنوان مربوط به ازهری و میرقادری میتونید بگیرید، جلد ششمش مربوط به فولاد 1 هستش. خب از مراجع خارجی میتونیم از کتاب سگوی استفاده کنیم که کتاب بسیار عالی هستش، من این رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. کتاب آقایره کتاب جدید و خوبی هستش، از این هم میتونید استفاده کنید. اما نحوه ارزشیابی ما به چه صورتی هستش؟ اولا اینکه بایستی حضور فعال داشته باشید در کلاس، حضور فعال بایستی در کلاس داشته باشید بچه ها، و ما حضور غیاب خواهیم کرد و بیشتر از 3 جلسه از 16 جلسه غیبت منجر به حذف خواهد شد. البته من این جلسه اول رو لحاظ نمی کنم و از جلسه بعد حضور غیاب رو انجام میدن. کویز رو داریم که البته اجازه بدید این رو یه دونه ببرم جلو، فکر کنم الان درست میشه. بعد کویز رو داریم که حالا میتونه یه نمره، ممکن نیم نمره، یه نمره در کویز باشه. بعد از اون عرضم به حضورتون مهمترین بحثی که داریم بحث تکالیف هستش، اساینمنت ها هستش. ما از جلسه بعد انشاءالله هر جلسه به شما تکلیف میدیم، یعنی اگر قرار باشه کلاسمون 15 جلسه دیگه تشکیل بشه، ما 15 سری دیگه انشاءالله بهتون تکالیف میدیم که این 14-15 سری تکلیف معادل 50-60% کل نمره شما را تشکیل خواهد داد. بنابراین در حدود 10-12 نمره شما چی هستش؟ تکالیف هستش. خب اگر کلاس ها به صورت حضوری بود، ما امتحان میدترم، میان ترم داریم که امتحان میان ترم 3-4 نمره خواهد بود، ما نوشتیم 10-15-10-20%، ولی حالا 15-20% بگیم بهتر هستش، 3-4 نمره خواهد بود که حالا بعید میدونم این رو برگزار کنیم. و در کل هرچی نمره باقی بمونه، یعنی چه میان ترم بگیریم چه امتحان میان ترم نگیریم، بقیهش هرچی موند میشه امتحان فاینالتون، امتحان پانترمتون که حالا میتونه مثلا از 6-7 نمره تا حدود 10 نمره باشه. پس دوستان عزیزم دقت بفرمایید که حضور مؤثر در کلاس و انجام تکالیف میتونه شما رو قبل از امتحان به نمره 10-12 برسونه، و امتحان پانترم هم که انشالله یه نمره خوب بگیرید میتونه از این درس به راحتی یک نمره مطلوب و مناسب کسب کنید. خب انشالله که موفق و مؤید باشید، این جلسه به اتمام رسید.